چی میخواین؟ من دایی باره زیاد میفهمم. بانید که ما هم دایی باز جویی کد شما باشم. ضرورت نیست، چند دقیقه بعد گپ میزنه. بیادر، زد نکو بان که ما هم کمکتان کنیم. پولاد بیادر بر شما چی گفتا؟ هرچی کو میگه همو تو کنین. عبدالحی، یادم میموره. بانشم متعکت میکنه. تو چی میگه عبدالحی؟ جان یادم بیخی سر شده. بیادر، واس کو دروازه را. واس کو دروازه را. ما هنوز هیچ کار نکردیم. این چرا باید به مراجعت؟ این خونریزی داخلی داره. باید زود شفاخانه ببریمش. هیچ جایی آدم نمانده که نشکسته باشه. قبرغایش ها دانه دانه شکستاندین. باز میگین که هیچ کاری نکردیم؟ پیش از اینکه اینجا بیاریمش هم این قسم بود. اگه از اول به ما اجازه میدادین، این آدم به این وضعیت نمفتید. خوب شد بخیرتر شد. بسیار جگرخون شدم. اگه کدام کاری باشه که من انجام داده بتونم، لطفاً برم بگوین. تشکر، معلش میکنم. نمیخواستم که دقیق قسم یک وقت شما را به زحمت بسازم، اما موضوع مهم است. ای به شما زیاد مهم خواد بود. گوش میکنم. از وظیفتان سبکدار شدین. بزرگای مسئولیت را به ما تسلیم کردن. شما؟ ماته آیمار و ما. تبریک باشه. ما فکر نمی کنم که قبول کنم. فکر نمی کنم شما این قسم یک پیشنهاد رد کنین. شما آماده هستین به دلی کارتان بپردازین؟ ما آماده هستم که به دلیش بپردازم. اما ای که تمام قدرت به ماته بانام کشوره به فلاکت می رسونه، ما ایده خوب می فهمم. خیده او صورت به اقامتی اعلانه کو. پس به این صورت ما هم به کمک شما ضرورت دارم. دکارای درستتان همیشه ازتان حمایت میکنم. اما ما مثل سابق اگر با اشتباه کار کردنتان ادامه بدین، بازم بدیلش ازتان میگیرم. تو حق با جانب بودی ماتی. در 24 ساعت بسیار چیزها تغییر کرد. رئیس صاحب، شما مرا به رئیس پیشنهاد دادین. ماتی، تو مثل بیادرم هستی. مثل میشار قدر که بتانم از تو محافظت میکنم بیادر. پس اگه قسم باشه، چرا مرا تنها به وظیفه روان نکدین؟ نفهمیدم. رئیس با تو چی گفت؟ مسئولیت های پولاد علم داره. با ما و با ماتی، با هر دوی ما داد رئیس صاحب. مر قدر که قدرت داشته باشم، دیگرام از مکده قوی تر خواد بودن. به نظر خودش یک نظم با وجود آورده. شما میخواین که ما چی کنم؟ ما میخواهیم تنها این مسئولیت تو داشته باشی ماتی. بفرمایید. مدیر صاحب، من اینجا انتقال یافتیم. نامتان چی است؟ نازلی اوجاکچی. اوراق تعیینیت نامده. مدیر صاحب، فکر میکنم او اسناده که در اونجاست از ماست. او صاحب، کارت بسیار وسیع است. اما باید بفهمی که من قسم چیزها را خوش ندارم.
برو خانم نرس پیدا کن سبابیا و کارت شروع کن. خانم سارنوال، به این وظیفه شما بسیار جوان هستین. چند سال است که در این وظیفه هستین؟ بسیار وقت میشه که هستم. سخت نیست که هم کار کنی، هم از اولادا و خانوادید مواظبت کنی. چی میگی؟ به خاطر وظیفه‌ام نتونستم به او چیزا فکر کنم. بسیار ببخشین، اما این چیزا بهانه است. همه چیزا را متیام میگم. بچه، تو کجا هستی؟ مادر، اگه خانم سارنوال آمده موبایل برش بده. میخوایم دای شما گپ بزنم. بله. خانم سارنوال، کار شما همراه ما هست. مادر اومده این موضوع دخیل نسازین. متی آیمر، یک اولاد درست به مادرت شو. مادر تزی بیشتر جگرخون نساز. خانم سارنوال، وهاب، متی آیمر بالاخره به دیدن مادر خود خواهد آمد. 24 ساعت اینجا را باید تحت نظارت داشته باشین. بسیار میبخشین، شما را به زحمت ساختیم. خواهش میکنم، از این که امرای شما معرفی شدم بسیار خوش شدم. حتی یک روز به دیدنتان میایم. روز بخیر. دو او طرف چی را دیدی؟ راحت خواه کن. وقتی تو را به عملیات می بردن گفتم امی ذهن حکمتم کمه گدواد است، همو را هم جور کنن. جور کدن؟ آل دگه دیوانه نمیشی، عاقل و هوشیار میشی. امی که از شفاخانه رخصت شدی پول در جیبت میمانم و روانت میکنم طرف گونه. خنده کن. بیادر از چهره تو میدم میشه که خبر بد است. حداقل یه خبر خوب برام بده. متاسفانه بیادر، اون نفر که پیش شما بود مرد. آلو بچه را چه قسم پیدا کنیم؟ کمه چی شده؟ کل جمعنم درد میکنه، به خیالم بسیار پیر شده. شیر زخمی شده. آی خدایا، شیر بودن بسیار خوب است، اما من میخوایم که انسان باشم. Thank you.
نه. جوهر بیا 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 ازت پرسان میکنم. درخت خو قد کردی باش ما کدید میفهمم. توفنگ چی هست؟ نیکه تو مره مره میزدی ها؟ آره دیگه جایی برفتن نداری. بهترین ایواره که شکارش کردیم تو هستی. سعی گپ بزن نگنی دون تن میده میکنم فهمیدی؟ زبون تبرت میکنم شکمت پرو میکنم و دبایی نشون میدم. ای مانا تا وقت که پخته میشی دیگه چه کار میکنم؟ بیا بیا حالا بیا بیا جوهر قربانت شوم. ولی میگفتن که انسان ها خواهین هستن اما این واقعیت بوده. به خدا واقعیت بوده. ای حیوان حالی که تو خواهین شدی بگی فایر کو بگی مرا بکش دلت یخ کنه. ماما ماما دکتر صاحب دکتر صاحب ماما این دوشو بده ماما ضربان قلبش میزنه. ماما جان صاحب این جنازه ها کی هست ها؟ یک چند قدم پیشتر بیایه. اگر میخواین که خاک جنازه تانه قبول کنه باز با ما جای کسایی که اولاده تانه به ای تابوت انداختره بگوین. بیادر جان ما از خود درد داریم، تو سر ما فشار نیار. بان که جنازه های ما را دفن کنیم. از خاطری اولادهتان چند خانواده به سرپرست شدن، چند خانواده غمدار شدن. تنها شما هستم که درد دارین ها؟ حال نوبت تو هست، حال تو را میکشی. مرا غرض نگیرین، مرا غرض نگیرین، آی مرا غرض نگیرین. آی شما بقدر جرأت دارین حالا دفنش کنین نه؟ ما اولاده من خود دفن میکنم، میخوایی که من کتمی بترسانی؟ ما به خاطر پرسان کردن خون اولادتان اینجا آمدیم. با ما بگو کی بچه تا دی حالت رسانده تا ما مورد خاک دفن کنم. برادر کس که پرسان میکنی پرسان کن، ما از کجا بفهمیم؟ خواهر جان تو کمی طرف شو، حالا این طرف شو، حالا دیگه بیا خواهر بیا این طرف بیا بیا. باقی جان بچه دباینتان به اندازی همو خوهرم یک آدم با جرات نیست ها؟ فکر میکنین از اولادتون و آدم های لوده معاذبت میکنه؟ نه بیادر، من میفهمم که اونا دقیسی اولادای خود نیستن. وقتی اینجا از غم میمردیم اونا دا اینجا خوشگذرانی میکردن. خود درست است دیگه، از برام بگو که اونا دا کجا هستن و چه قسم خوشگذرانی میکنن حالا که ما مفهمم.
وضعیتش بسیار خرابه است. ززا مرد قدیم است. تا که انتقام خود از او یزیدی ها نگیره و زیر خاک نمیره. شفا باشه جان پولاد. زنده باشی ذوالفقار خان. دیوانم هم هنوز خوب نشده، در اتاق مراقبت های ویژه است. ماشاءالله بیادر تو خوب شده. خدا را شکر. ززا که خبر شود تو آمدی و هم سر پای استاد میشه. بخاطر که سر پای خود استاد شوه از خون خود تیرستم. اگه او وقت هم سر پای استاد نشد میرم خودم میکشمش. میگم وقت خون ما به تو ارزش نداره، خوب است که بموری. زنده باشه. زنده باشه. جان پولاد، تو یک سرداری هزار سودا، اما ما یک قسم ده یک جنجال افتادیم که اگه برات نگویم دیوانه میشم. خیرت باشه. او یزیدی ها سر مردم و ما سر جان و مالشان حمله کردن، اونا را در خطر مواجه ساختن. چه وقتی کار شده؟ در ای اواخر بیزو کم اوضاع خراب شده بود. در ای چند روز آخر و میکارای نو شروع شده. ذوالفقار خان، کسی کوشش میکنه که پلانای بسیار وقت پیش خود از سر ما عملی کنه، ای را میفهمم. امو قسمه که دلیلی کار و موضوع سوریه است، امی قسم در بین ما بعضی ها است که میخوای از این فرصت استفاده کنن تا پلانای سابق خود عملی کنن. اونا میگن که شما با اسد کمک میکنین، باز شما رام زنده نمیمونه. لعنت یای بیشرف. ای مارا چی شده؟ از ما که با بعد هیچ کس نمانده که با دروازه ما نزده باشه. همیشه همی بازی. ما خسته شدیم اما اونا خسته نشدن. ما با مردم خود میگم که ای بازی است، جنگ روانی است. هوش کنین، فریبشان نخورین، سر یکی دیگه خود حمله نکنین. عبدالله بگو که بیای. ای کار با گپ زدن حل نمیشه ذوالفقار خان. باید دست کسایی که دروازه را میزنن میده کنی تا کسی که بار دیگه کوشش میکنه ای کار کنه پیش خدا عاقبتش فکر کنه. های زنده باشی پولاد، همی گپای تو را ما گفتن نمیتونم. البته که دستایشان را مشکنانی ای یزیدی های لوده. وقت ما صبر کدیم از خوبی های مازده غیر از او، یک دفعه حساب ما خراب شد، باز خراب میشه دیگه. عبدالحی ببین، به دروازه اینا با مشت میزنن، اونا را پیدا کنین. مطمئن هستم کسایی که سر ما این بلا را آوردن حتما که اونا ارتباط دارن. درست از بیادر. زنده باشی جان پولاد، زنده باشی. من هم مقرر شدیم. مدیر صاحب گفت کارت خلاص است، خوب است که هر چی زودتر به کارت شروع. چند سال است که پرستاری میکنین؟ در بخش جرایی 7 سال شده کار میکنم. خوب است. دیر و کولی یک جور لباس است، با فعلا این را بپوش و به کارت شروع کن. این دختر در بخش ما نو تعیین شده، کل جای برش نشان بده و به بخش جرایی هم روانش کن. درست است خانم. بالا دلم دارده، شفا خانه است؟ نمیفهم آقا، شفا باشه. بیا که تو را یک بار داغوش بگیرم، بیا در غازی. چی گپ است؟ فقط دفعه اول است که ای بلا سرم آمده باشه. خیر از دیگه، کم بود تو از بین برن کلتان. حسن،
بچه‌م پولاد یک شوخی کرد اما هیچ دلم راحت نیست. ای بنداشت رو در سرم اسیر بگو. سرت خود چیز نشده بیادر. در آزار بسته کن. حالا بیایی رو باز کن. حکمت چی میکنی بچه‌م چی میکنی؟ زود چه بچه‌م. نکوی را. آینه بیار. وای وای ای زهر پاک شده. ای پولا دلم دار هیچ وقت نمیموره. حسن زنده می باشه همیشه زنده می باشه. وضعیت حکمت چطور است بچیم؟ خوب است پدر. چند دقیقه پیش به اوش آمد. خدا را شکر. او بچه به خاطر ما خود پیش روی مرمی انداخت. اما تو که معصوم اما تو حکمتم اولادت گفتم میشه پدر. زندگی وان بسیار سخت است. بسیار قلب مهربان داره. اما ای قلب به کسی نشان نمیته. بعد از ای باز نشان میته پدر. یک دفعه از شفاخانه مرخص شوه به خاطر حکمت بلانای بسیار خوب دارم. شفا باشه آقا عمر. وقتی که خبر شدم با تشویش شدم. زنده باشین. تا اینجا با زحمت شدین کامدین. خوش آمدین. بفرمایین. وضعیتتان چطور است؟ خوب استم خدا را شکر. امیدوار استم که دیگه دوستای ما خوب باشن. هنوز مطمئن نیستیم که خطر مرگ ازشان رفع شده باشه. اما دکترها گفتن که امیدوار باشیم. آقا عمر، دکتر صاحب منتظر شما هستن. نمیبینی مهمان داریم. برای این پدر، ما متوجه مهمان ما میباشم. به اجازه تان. پولاد علمدار بازم شفا باشه. کاری هست که ما انجام بدم. کار را که میتونستین انجام دادین دیگه. من نفهمیدم. ما تیشان شامل وظیفه ساختین. تصمیم گرفته شده بود. چیز نبود که دوبارهش باز کنیم. ای که وظیفه ما ازم گرفتین یک زران برام مهم نیست. اما ای که او وظیفه را با آدم های مثل متی که معلوم نیست گوشتشان از کجاست و استخوانشان از کجاست دادین بسیار اشتباه کردین. پولاد علمدار، کم از کم به اندازه تو بسیار زیاد تجربه دارم. کم از کم به اندازه تو میفهمم که او کی است. اگر یک تصمیم گرفتیم پس درباره موضوعات و چیزایی که دلیلش تو اصلا نمیفهمی تشویش نکو. زمان یکی ما را حق به جانب میسازه. ما به خاطر خوبی کشور ما میخوایم که شما حق به جانب باشین. اما اگر واضح بگویم هیچ قسم فکر نمیکنم. بعد از این مسئولیت ها بدوش ماست. یگانه چیزی که مربوط تو میشه ای است که با انتخابات ما احترام بانی و با کسایی که انتخاب میکنیم کمک کنی. هر کسی که اشتباه کنم ما در مقابلش استاد میشم.
اگه سر رایم قرار بگیره ایج دبارهش فکر نمیکنم، از سر رایم دورش میکنم. به نظر ما چیزی که مربوط ما میشه همی هست. درست است حسنو بیادر، عمر پدر و حکمت خوب استن، اما وضعیت ززا کمک خراب است. بعد رقم پراگنده شدیم ارهان، کل چیز پشت پشت آمد. ما هنوز مسئله ماماتی بیادر حل نکده بودیم که یک مشکل دیگه پیدا شد. خب همراه ازی بچه ها چی میکنیم؟ هنده داخل دیگ جوش میخوره جاید. چی بفهمم ارهان، اونام حق به جانب هستن، ما یک کاریام کده نتانستیم. خیرت باشه جوانا، ما میرم ارهان بیادر. بازم با آغاز رسیدیم، فقط کدام جایی برفتن دارین؟ برین آرام کده در جایتان بشینین، اعصاب مرام خراب نکنین. چی میکنی؟ میزنی ما؟ گپای ناخ ناخ نزن احمق. هر کسی که بیرون شوه کشته میشه. در شاجورت اینقدر مرمی داری که به همه ما کفایت کنه؟ ما امری پولاد علمدار زیر پای کده نمیتونم. پس خیبه بیادر زنگ بزن که بیایه، به خاطر که ما از اینجا میریم، یا مرده یا هم زنده. اوضاع چطور است؟ عین چیز از بیادر، هیچ تغییر نامده. کس رفت آمد کده؟ هیچ کس نامده بیادر. آفرین، خوب متوجه باشه. حالا ما به جای خود اجازه بده. شعرم گفتم اجازه بده. خانم نرس، وضعیت مریض ما چطور است؟ خوب شده میره. خوب شدنش یک کمه وقت میگیره. حتما زخمش زیاد است، بیهوش کدش. ارکان قوی است، سپاریش میکنه. شاید اگه سپاری نکنه بهتر باشه. در حال گرفتن یک وظیفه مهم است. بعد تشویش هستم که ارکان برتون مشکل ساز نشه. دبار ارکان کدام شک داری؟ سارون وال طرف مامه. اگه سر ارکان گپ بزنن باز بولادم طرف مامه که ای با ما هیچ خوب نمیشه. بولاد علمدار دگر رفت، بزرگا او را پاک کدن، بعد از ای هیچ چیز کدن نمیتونه. بجای فکر کردن درباره ارکان، ایرا فکر کو کامرای ماتی چی کنیم. سر خانواده پولاد علمدار حمله کردن، اونا با مرگ دست و پنجه نرم میکنن. بازی کارای شما را سیل کن. خوب است دیگه، پولاد علمدار خودش قدر مشکل داره، باز امرای ما هم درد سر نباشه دیگه. ما میریم دوستای ما را نجات میتیم. دوستایتان را چه قسم نجات میتین؟ ام دفعه فکر کردین سر دیپلومات های کدام کشور باید حمله کنین؟ ما تصمیم خدا گرفتیم پولاد علمدار. امرای رئیس ملاقات کده ای کار حل میکنی. تا بین شما کسی هست که رئیس دیده باشه او را بشناسه؟ فکر کردین چه قسم به او برسین؟ او مسئله خود ماست، تو تشویش نکو، یک را برش پیدا میکنیم. ما وعده که براتون دادیم سرش استاد است، دوستایتان را نجات میتونم. مسئله فقط مسئله نجات دادن دوستای ما نیست. ما را نمیمانین همراه رئیس ما ببینیم. ما قسم خوردیم که کت رئیس خود وفادار باشیم.
ما را یا بکش یا بان که وعده و قسم خدا بجا کنیم. قسم شما بالای اشخاص هست یا بالای ایده هاست؟ بالای ایده هاست. در بین بزرگا کسایی هستن که برخلاف ایده ها هستن. یعنی در بین بزرگا هم خواهین است؟ اگه قسم نمی بود رئیس قبلی را کشته می تانستن؟ خوب است دیگه، ما میریم و خائن پیدا میکنیم. دوستا یک چیز اشتباه درک میکنین، ما شما را به خاطر قوی ساختن خود پیش خود نگاه نکردیم. من نیاز به فدایی ندارم. شما بسیار خوب پرورش داده شدین و یک تیم هستین که با ظرفیت های خوب میتونین به ما کار کنین و ما فقط کوشش میکنم که این تیم خوب از بین نره. دوستا تو کاری که از دستت می آمد انجام دادی پولاد علمدار. بعد از این فقط یگانه راهی که مانده ای است که سر ما اعتماد کنی. بس همه قدر. گپ آخرتان همی است؟ کلتان همه قسم فکر میکنه؟ آقا اشرف، در دفتر و مهمانای کس میخواهیم که اونا را به رئیس تسلیم کنین. با اجازهتون. زباین ما بسیار خوش آمدی. حال فقط و فقط صاحب ای چوکی خالی تو هستی. از اینکه به ما توجه کردین از شما تشکر میکنم. بخاطر که من لیاقت ای وظیفه را داشته باشم هرچی از دستم بیای انجام میدم. حیات ما از تشکری میکنم. حال میتونیم سر اصل موضوع بریم؟ پیش از اینکه سر اصل موضوع بریم من یک سوال دارم. یک فرد هم رنگ شما در یک سوی قصد اخیر کشته شد و از بین رفت. میخواییم نتیجه تحقیقای شما را در این قبال بفهمم. او عملی که سر سلفی ها صورت گرفت، ما باور داریم که از طرف کسایی شده که از پوتلیکای آخر ما ناراضی بودن و سخت مخالف پیشرفت آخر ما شدن. میخوایم که این مخالفت از بین ببرم. این تعریف نمیتونم ما را به نتیجه نهایی برسانه جناب. کوشش های ما به خاطر پولیتیکا، البته پولیتیکای مستقل که قبول و مورد پسند تمام گروه و در چهار طرف سیای قرار نمیگیره، ما باید از کدام طرف پیش بریم و به یک نتیجه مطلوب برسیم. اما از کدام را؟ شما کدام رایی را میفهمین؟ نه، هیچ کدام از اینا نیست. پس کی است؟ تا وقتی که بررسی ما خلاص نشه ما نمیتونیم به این سوال یک جواب درست بدیم. میخواییم که شما کمه دگام صبور باشین دوستا. تا وقتی که یه حادثه حل نشه حیات و اعضا تحت نظارت می باشه، بخصوص شما.
اگر درباره ما کلام زرا شک داشته باشین، می خواهم که واضح برم بگوین. تا جایی که لازم باشه ما قانع شدیم در این موضوع. هیچ جای شکی نباید باشه. تا یک وقت هر کسی که از حیات ما خبر داره تحت نظارت می باشه. دوستو، از دوران مشروعیت تا حال ایچ مرد سرسفید کشتن نشده باورتان میشه؟ ما متوجه هستم که چقدر مهم است، اما از آی آیات متوجه باشن که بزرگترین قدرت ما دایی است که ما پتو مخفی باشیم و فعالیت های خودم پتو مخفی انجام بدیم. یعنی هر فعالیت ما باید پتو مخفی باشه. به اندازه که پیدا کردن افراد سوی قصد مهم است، به می اندازه مهم است که اعضای گروه ما باید کل کارهایشان مخفیانه باشه و هیچ کس از اونا خبر نشه. دوستا اما تو نیست. اگر کسی اعتراض نداشته باشه مستقیم میریم سر موضوع سوریه. دوستا، موضوع مهمی که باید گپ بزنیم استراتژی بزرگ کشور ما است و او از نادایی را که به مروان کده بودین خواندم. بسیار حیران شدم. چی چیز باعث شد که اقدر حیران شوین؟ ترکیه به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده، ما خبر نداریم. ما ایران نفهمیدیم. کشور ما حال قدرتمند شده و هیچ مشکلم نداریم. بعد از این امیدوار هستم که در منطقه پولیتیک ما فعال باشه و با علاوه ای پولیتیک کده ما یک جای نامده بود. البته پیش از ما آمده بود. پیش از ما دوره سرسفیدی را شروع کرده بودن. ادامه پولیتیک ها فقط پیشنهاد بنده بود. یعنی استراتژی تغییر کرده و به این پولیتیک های وسیع البته که مهم است، اما به خاطر به حقیقت مبدل کردن اینا هم پولیتیک ها ضرورت داریم و هم باید متوجه باشیم. هم قدرت سیاسی و هم قدرت مالی. حال به خاطر ای باید یک قمار بزنیم. کفایت نمی کنه و قوی نیست. ما مجبور استیم که قدم های خود از سابق کرده خوبتر پیش باید. حال ده یک دنیای قوتی مانند زندگی نمی کنیم. دوران سوپر قدرت ها خلاص می شه. بجای قدرت های منطقوی و صاحبی و تناسب های دیگه با وجود می آید. امریکا در شرق میانه، در بالکان ها، در قفقاز به خاطر که اهداف مربوط خود عملی کنه آماده است تا هر نوع بی‌عدالتی را انجام بده. میتونه در بین هر قدرت ها وارد شوه. ای به همین خاطر با اسم شکیده اق سال ها ایران و روسیه قسمی که میخواین صاحب قدرت نشن. مام به نقطه حیاتی که فکر میکنم امی است. در منطقه ما دولت ها دشمن های تاریخی دارن. وقت تأثیر گذاری های خود ادامه میتن، ما هم اما قسم که در گذشته بودیم نمیتونیم که فقط در جای خود آرام بشینیم. در این جنگ کسی برنده میشه که سر خشم خود حاکم باشه و کسی که همیشه متوجه هر قدم و تصمیم خود باشه. اگر ما بازی حواسای خوده بخوریم وارد ای بازی شویم، باز می فهمیم که در آخر چی سر ما می آید. اگر ما چشمای خدا پت بگیریم نمی تونیم مانی ای آتش در منطقه شویم. پیش از ایکی آتش شولوار شویم و ما را بسوزانه، باید مداخله لازم انجام بتیم. هم مردم منطقه خدا و هم مردم بیگناه را از یاتش با امیش نجات بتیم. دوستان
و از این مشکل با امیش نجات پیدا کنیم. ما وقتی وارد مشکلات سوریه و اسرائیل شدیم به ضرر مواجه شدیم. خواستیم سوریه را از دولت ترورستان نجات بتیم و به دست جهان برسانیم، اما این سوریه به ما یک درد سر جور شد. ترکیه میخواهد که به رهبری دنیای اسلام برسه و این کارش باعث شد تا هم روسیه، هم ایران، هم کشورهای غربی به ضد ما شوند. میفهمین دیگه؟ او بدیل پولیتیکای سوریه را حالی از طریق خود سوریه از ما میگیره. خب دیگه دوستای ما چرا در این باز شریک نمیشن؟ پیش از ما دوره قبلی سرسفید در این باره بحث کردیم و تصمیم های خود را گرفتیم. به خاطر که بحث باز شروع شوه باید شرایط جدید به وجود بیایه. به نظر ما هیچ چیز تغییر نکده. بسیار چیزا تغییر کرده. جنگ تو پشت دروازه ما آمده. ما یا راضی به این جنگ میشیم یا هم وارد جنگ نشده بدیل میپردازیم، او هم بسیار زیاد. به نظر من مهمترین سوالی که باید برش جواب بدیم همی است. پولات کجاست؟ نمیفهمم خانم. آی آدم در شفاخانه است اما هر جایی را که میبینم نیست. درباره چی فکر میکنی؟ من به دورا در دورا چی هست؟ نمیفهمم. هر جایی که میری منم باید همراهت ببری. تو در قلب من ایسی؟ هستم. ما چی در قلبت نیستم؟ هستی. ما اگه تو را دوست نمیداشتم بازم تو مرا دوست میداشتی؟ هیچی قسم نیست. پس در این صورت مر جایی که برم تو کدم میایی دیگه؟ میایی. اگه دیوانگی بکنم هم؟ عاشق به عقل ضرورت نداره. نمیترسی؟ نمیترسم. هیچ؟ هیچ. وقتی تو باشی از هیچ چیز نمیترسم. کل کسایی را که ما دوست داشتم ازم گرفتن. از بودن ما نمیترسی؟ نمیترسم. ما ای را درک کردن نمیتونم. کل ما یک روز میمریم. هیچ کس زنده نخواهد ماند. اونایی که زندگی نکردن برشان جگرخون میشم. بیازو زندگی کردن های ما اما گیش دروغ است. برعکس در کنار تو کل چیز حقیقی است. دروغی نیست. چیزی را که زندگی میگن همی است. باز به مویزگاه رسیدیم. مرگ مرگ میگن چی از گلان. ما به خاطر تو زندگی کردن انتخاب کردم.
بیادر آمدن. حکمت عملیات بخی خویت تغییر داد. چرا؟ چی شده؟ ما آخرین دفعه تو را در مکتب دیدم که خنده میکدی. حالا ما و حکمت بیادر ما تصمیم گرفتیم که بعد از این زندگی خود لذت میبریم. پولاد، چیزی که گفتم فکر میکنی نه؟ هم وضعیت کشور هم وضعیت استانبول بسیار مرا جگرخون میکنه. بیازو تو وضعیت مرا خوب کردی پولاد. ها کت حسنم گپ زدم. سمت شمال میرم یک خونه خورد میگیرم. میخوایم از استرس دور باشم. حکمت، ما هیچ فکر نمی کنم، اما این یک پیشرفت بسیار بزرگ است. نه پولاد، ما این دفعه تصمیم گرفتیم. دیگه حتی روزنامم نمیخونم. باز برات زنگ میزنم و از احوال کشورم ازت پرسان میکنم. یک بار که ما بخیر یک خانه درست به خود پیدا کنیم، باز دنیا را به خود جنت جور میکنیم بیادر. آب بیادر، اقدر به صورت پیش نرو. هنوز ما خانه خود پیدا نکردیم، تو به ما مهمان میاری از برای خدا. وقت شما تصمیمتان را بگیرین، باز کل چیز حل میشه. تو 43 سال دیگه ما پیشتان میاییم. کل ما یک جای باز مزه پیری خود میچشیم. تو چی میگی پولاد؟ چی گپ از دیگه حکمت؟ شما اون جبرین جای به جای شوین بیادر. ما هم باز لیلا را گرفتم میایم. آی وای،